سلام، شبتان بخیر. باز هم سراچه آغاز شد و جمعه شب فرا رسید. شما مستطیل طلوع را میبینین، من فرهاد رامکیستم و یک ساعت تمام با مهمان عزیز ما در خدمت شما هستم. آرزوی عزیزی دارم که شما هم با ما باشین و قصه‌های جالب مهمان امشب ما را گوش کنین. مهمان ما فرد است که طرفداران زیاد داره، اما کسان هم پیدا میشه که اصلا دوستشان نداره و مخالف دیدگاه ایشان است. دقیقا همقدر که کسان که علاقمندش است وجود داره و یک تعداد هم است که اصلا نمیخواهند در موردش بشنوند و ببینند. مهمان ما جوان است، استاد دانشگاه است و چهره است که شما از طریق سوشل میدیا، یوتیوب، فیسبوک خواستید که دعوتشان بکنیم. ما خود دوست دارم همیشه هم وطنهای ما که گپشان به زمین نفته و گپایشان، قصایشان گوش کنم و احترام بگذارم به تمام خواسته هایشان. بله دوستا، مهمان امشب ما جناب احمد شهرام وفایی، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی. جناب سلام علیکم استاد، سلام. سر شما بخیر، بخیر خیر باشید. طرف هایتون خیر است، شما خوب هستین. تشکر. یادش بخیر، مهمان قبلی ما میراث گذاشت و رفت که حالا مهمان ها فرمایشی میخواهیم، اگه چوکی را نمیشه که در اختیار ما قرار بدین. وفایی صاحب هم گفت نمیشه، گفت میشه، چرا نمیشه، بفرمایید. اگر سلام کلام با بیندای ما داشته باشین در خدمتتون هستیم. بله، در آغاز عرض تحیت و سلام دارم با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما گوینده موفق و عزیزایی که بیننده برنامه زیبای شما هستن. ما دلیلی زی که چرا اینجا نشستیم من باب تفاعل، به خاطر از اینکه ماشاءالله شما فصاحت دارین، بلاغت دارین، برنامه تا آخر تاثیر کنه بالای ما ان شاء الله. خواهش میکنم که شما دل ما راحت بگیرین ان شاء الله. لطف میکنین، شما بزرگوار هستین. جناب وفایی صاحب، بیاین از زندگی شخصی تان شروع کنیم، آهسته آهسته بریم به طرف موضوعات دیگر. چند سال دارید و از تحصیلات تان بگوین بر ما. بله، در آغاز من باید عذرخواهی کنم از دوستا، چون چند روز قبل ما سرما خوردیم، ان شاء الله که صدای ناخوشایند نباشه. ما 27 سال از بهارم رو سپری کردیم، وارد سال 28 هستم و روزانه حقوق خواندیم رامکیسای بزرگوار، شبانه زبان ادبیات، از دیپارتمنت دری فارغ شدیم. ماستری اول ما در فقه و قانون گرفتیم، ماستری دوم ما در شعبه تفسیر و علوم قرآن، البته هر دوش دانشگاه خصوصی است و الحمدلله خبر خوش دیگه که بر ما رسید، دو هفته قبل نتایج ماستری سوم در دانشگاه کابل اعلام شد، بازم کامیاب شدم. البته این بار ماستری در زبان ادبیات است و در مقطع پیجدی کشور ایران در یکی از دانشگاهش است. بسیار خوب، نام خدا. ایر آنلاین هم در کنارش میخوانین یا همش از صنفای حضوری بوده که شما اشتراک داشتین؟ تا فعلا همش به شکل حضوری بوده، اما ما دقیقاً دو سال که وارد، نمیخوایم اسم دانشگاه رو بگیرم که بله 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 مارکتینگ شو، بله خیر بینید، دو سالی که ما داخل شدم قیدات کرونا بود و تا هنوز باقی مانده، فقط در هر سمستر 3 بار 4 بار باید باشی که ما انشالله بعد از این دوباره وقت امتحانات حضور پیدا میکنیم. شما استاد دانشگاه هستید درست؟ الحمدلله. بله، شما احساس میکنم که در سن بسیار جوانی چطور استاد شدید و چطور راه پیدا کردید و اصلا در چند سالگی استاد دانشگاه شدین؟ رامکیسای بزرگوار، هرچند من خاطرات زیاد دارم از دوره که من شروع کردم به تدریس، از من پدر بزرگوارم استاد وفایی فکر کو که قسمت زیاد از عمر خدا مصرف تدریس اولاد همی وطن کرد. وقتی من از دانشگاه فارغ شدم، اول خود من برخلاف سایر سرای دیگه در سن 5 سالگی داخل مکتب شدم، چون برادر من که از من بزرگتر بود که به مکتب میرفت، بازخانه ما مکرویان بود، من از منزل 5 بچه‌ها که رخصت میشد نگاه میکردم. همسایه ما گفت که ایرم در مکتب شامل کنین، اگر نه یک روز خودم انداز از پایین. باز ناگزیر شدن که چون زیاد علاقه مندی با رفتن درس و مکتب و مشق و تعلیم و تربیت داشت. وقتی که از پانتون مکتب فارغ شدم، من تقریبا 15 سال داشتم
کنکور امتحان داد. 17 سال با معذرت 17 سال داشتم، از مکتب فارغ شدم و شاید تصاویر دوستا ببینن ریشم نرسیده بود. کارت گرفتم و وقتی فارغ شدم از دوره لیسانس 21 سال عمر داشتم و چون اکثریت پانتونای خصوصی که اونا فعالیت میکردن شاگردای پدرم بود. باز پدرم یکی از این دوستان گفته بود که بچه من کادر فارغ شده که دوست داری برات روانش کنم. اونا گفتن اگر چنین خلاف پالیسی است لیسانس ما نمیگیریم، منتها مشکل نداره روانش کنه. من یه خاطره بسیار جالب دارم رامکی صاحب. اولین بار به یادم از زمانی که داخل صنف شدم مدیریت تدریسی رفتم، همه چیز صحبت شده بود، مرا گفتن برو این سمستر رفت شما ثقافت درس بده. مدیر تدریسی یک خانم بود، بسیار یک خانم شجاع، بسیار خیور، بسیار یک زن با استعداد، خوب منیجمنت و مدیریت میکرد. من روان کردن بسان، گفت ما به تعقیبتان میایم. داخل سم شدم دیدم که شاگردای کش بروی میز خطابه تکیه زدن، یکی بر بازوی چوکی شده. من رفتم یک با دستم زدم که متوجه شدن که استاد آمدنه. گفتم سمستر هفت است، پانزده حقوق. یکی صدا که گفت آه بگو چی خدمت. من گفتم من استاد تان هستم. یکی از آخر صدا کرد که غالبا نمایندهش بوده باشه، گفت خط خط نشی. من گفت خط خط نشی. حالا ابایتان در تماس هست دوست ما را بعد از اون امرایشان سرکار داشت؟ الحمدلله تقریبا 8 یا 9 سال میشه که تدریس میکنم. این خاطرات آغاز دور تدریس بوده. باز با تعقیبش استاد آمد. در آغاز شاگردا بسیار زیاد دوست نداشتن که یک کسی داخل صنفشان شود که سنش نسبتا خرد است، یا سن، یا حتی در بس از ما رو دو برابر از سن ما بود. کسایی که روز وظیفه می رفتن و ساعت بعد از 4 بجه رخصت می شدن می آمدن درس می خواندن. فکر 3-4 برابر عمر ما بود، عمر اونا بود از من بیشتر بود. ولی زمان هم شد رو همی کسای بزرگوار که یک تعداد اینا خودشان قبل از آغاز سمستر میرفتن که استاد شهرام با ما روان کن، هرچند در آغاز مخالف بودن که ما برم تدریس کنم. چقدر سالی حالی که بود همشان میرفتن. این همش برمیگرده به موفقیت خودت و همو پشتکار که داشتی. جناب وفای صاحب، بحث کادر بودن یک طرف قضیه و ای که پدرجان شما یا قبلگاه صاحبتان استاد بودند و تعداد شاگردانشان پوانتونای خصوصی داشتن و شما را روان کردن تا تدریس کنین، این به یک نحوه واسطه بازی نبوده در کار شما و این خلاف هم اصول یک سایه اکادمیک؟ بله رامکیسای بزرگوار، من آغازم اشاره کردم، پدرم بزرگوارم گفت که اگر دوست داری که برت روانش کنم، و او شاگردایش به خود یک افتخار میدانستن که فرزند استادی بیا اینجا درس بده که از پدر از زیاد چیزا آموختن. من روزای اول که رفتم تدریس شروع کردم، بعد از یک هفته دو هفته باز میپرسیدم چقدر موثر است. حتی آدمو آخر هر سالی که رقابتی برام میافتاد و فراغت تجلیل میکردن، بر من هر بار تندیس میدادن. از این خاطر من انرژی میگرفتم و میفهمیدم که من دمو یک حالت فرموده یمو انگریزا فریز نبودیم. ما به تعقیب لیسانس ماستری ها را شروع کردیم، حتی در بس از اوقات دو ماستری در عین زمان که تایم صبح میرفتم که بعد از وقت ما تونستم شرایط مکمل بسازم. شما در کنار از این که استاد دانشگاه هستید در رسانه اجتماعی بسیار فعال هستید، فکر نمیکنین بیشتر شما را به عنوان یک چهره سلیبریتی سوشل میدیا بشناسن نسبت به یک استاد دانشگاه؟ فکر من میکنم که اردویش موثریت داشته رامکیسای. ما تقریبا در سال 2016 کار رسانه‌ای را شروع کردم. قبل از اینکه با فیسبوک فعالیت های ما شروع شود، اکثریت نظام خانواده ها برنامه را دنبال میکردن، زنگ میزدن، تماس مستقیم، و خاطرات بسیار جالب هم داشتم. اکثر از اون طریق میشناختن. بعد شروع کردم به فعالیت در فیسبوک، مخصوصا بعد از آمدن به بنیاد خیریه که کارهای خیریه ما شروع شد. مطمئن ناگزیر بودم که با دوستا اپدیت بتیم، برنامه و پروژه که تکمیل میشه ببینن. از این خاطر شاید این دلیلش بوده باشه. یعنی راضی هستین از در حال حاضر که یک چهره سلبریتی در سوشل میدیا هستین، از کارکردهای خود و از استقبال گرم مردم در قسمت شما؟
از این راضی هستم رامکی صاحب که تا اندازی زیاد بعض اوقات انسان میتونه که خود نمره بته. اگر چند کم میاره آدم، بسیاری خلاها داریم که باید تکمیل شوه، اما گره از مشکلات مردم تانستیم از طریق بنیاد خیریه قمر بکشاییم، ای افتخار بوده و از این چینل اگر مردم مرا میشناسن ما خیلی خوشحال میشم و این خیلی مهم است. خیلی چند نمره میتین به خود؟ از ده یا صد؟ نه ده، از ده هفت نمره میتون. هفت نمره؟ سه نمره از طرف ما و شما کم ده مکمل شما. تشکر وفای صاحب. یک وقفه باید بگیریم، پس از وقفه حتما صحبت های خود ادامه خود دادیم. عزیزایم، دوستایم، وطندارایم، جای دیگه نرین، وقفه بسیار کوتاه را ببینیم، با هم دیگه دوباره زود برمیگردیم، همراهی شما را میخواهیم. در همین هفته گذشته 24 جوزا که مصادف میشه بر روز مادر بود و ما خدا هیچ برنامه ظاهر نشدم، گرچه از طریق صفحات اجتماعی خود پیام تبریکی خود را به تمام مادران عزیز رساندم، اما یک بار دیگه مجدداً روز مادر به تمام مادران قهرمان، عزیز، دوست داشتنی و مهربان تبریک و مبارک باشه. انشاءالله که در لبای همتان خنده ببینم، هیچ وقت جیگرخون و ناراحت نباشیم. و یک تشکری خاص میکنیم از اپی ماسیف انرژی درینگ، انرژی برای تاخیر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه، پس اپی ماسیف انرژی درینگ فراموش نکنین. ما یک شب مینوشم تا امی خستگی های ممرف شد. یک جنجالک کوتاه بود متاسفانه، استراحت کمتر کردیم که دوستان در ذهنشان نگرده که کم اگر چهره ایم خسته باشم مرا مزدور بدارین. شما میتونین که استفاده کنین؟ من انشالله با خود میبرم. با خود میبرید؟ چقدر خوب. نوش جانتان ببرید، بخیر ببرید. از فامیلتان قصه کنین جناب وفای صاحب. در یک تماس تلفنی امروز شما داشتم، گفتین که فامیلم با یک تعداد زیادش به افغانستان نیستند و خارج از افغانستان سفر کردند. کیها خارج از افغانستان است؟ کیها در افغانستان است؟ در فرزند چندم خانه هستید؟ رامکی صاحب بزرگوار، از ما 80% اعضای فامیل ما خارج از افغانستان است. 15% کوام، 15% کلش مادر ماست. ما خدا هیچ وقت حساب نکردیم ده فیصدی، چون پدر مادر ستونهای اصلی یک نظام خانواده می باشند. از ما پدر بزرگوارم استاد وفایی 8 سال میشه تقریبا با فرانسه هستن و 4 برادر دیگه هم هر کدومش در یک قاره هستن، در امریکا هستن، در جرمنی هستن، در بلژیم هستن و دو همشیره از ما بزرگتر هستن، دوش ازدواج کرده در سویدن هستن و اینجا ما با مادرم و همشیره خورتر از خودم هست زندگی میکنم. جالب است وفای صاحب، 8 سال تمام میشه که ایت نامده در افغانستان؟ نامده. گای وقت دق میشین؟ والا امی اینترنت و واتساپ و یک کمه که فصولت ببار آرده، چند او تشنگی را که انسان از نزدیک و اتش را که داشته می باشن نمیشه که آدم را از طریق تماس تصویری فروکش کنه، ولی بر صورت بزن صحبت میکنیم یک چیز میشه. میفهمین صادقانه میگم، گاه وقت از من پدرم مسافر است، کاروبار میکنه در بیرون، یک 3 ماه کابل است و دیگه تمام 9 ماه مکمل بیرون از افغانستان. یگان وقت ناخودآگاه وقت در دسترخان میشینیم، اما هم فامیل گرده هم در وقت صرف غذا من ناخودآگاه گریه میکنم. مثلا در دست من نیست و ایره نمیخوایم که تو یک اتفاق بفته. چطور باز خودت 8 سال تمام تحمل کردی؟ گاهی وقت به خاطر شش ریختی که ما اگه بگویم رامکی صاحب بزرگوار، بعض اوقات این مشکلاتی که در زندگی میایه فکر کنین که ما فعلا در نظام داخل خانواده هم پدر هستم، هم برادر هستم، هم فکر کو که دستیا اولاد هستم، فرزند هستم. یعنی اگر جای محفل میشه باید به نمایندگی از تمام برادرایم باشم، نمایندگی از پدر بزرگوارم باشم. مشکلات می باشه، احوال پرسی، مریض، بعض اوقات سرشانه هایم بسیار زیاد دیره، می بوج زیاد میشه و یکان شب که در برابر آینه من نفهم که به شما دست داده یا نه، استاد میشم با سرخانم ترحم هم میایه. بسیار آدم سرسخت هستم.
خب خیاطمن گریه کم میکنید؟ کوشش میکنم که گریه نکنم. بله بسیار خوب. از دوران مکتب قصه نکردین جناب وفای صاحب، مکتب را چیگونه تمام کردید؟ شاگرد بازیگوشت بودید یا نسبتا آرام، درس خوان، عاجز، بسیار با سلیقه، بسیار منظم؟ رامکی صاحب بزرگوار، یک چیزی که شاید اکثریت دوستا بشنوند تعجب کنند، من از روزی که داخل مکتب شدم، یعنی ثبت نام کردم، تا روزی که حتی الان که من در جریان آموختن هستم، من انسان تا آخر زندگی میآموزه، مرا مادرم نگفته مکتب بری، مکتب برو، مکتب سرت ناوقت میشه، درس تا بخوان که ناکام نشی. نه مادرم گفته، نه پدرم گفته، نه برادرم، نه همشیری. و چون میدانستن که اعتماد داشتن که من عشق علاقه دارم به مکتب، درسم به حد و اندازه من عاجز بودم، حتی چون در مکتبم الحمدلله اول نمره بودم، درس خیلی میخوندم، واقعا میخوندم، حتی دو ماه قبل از آغاز درس های سال کتابچه های ما پوش میکردم منظم، همه چیز، پنسل، قلم، قلم تراش. و به من یک سال در زمین نزدیک اول نمره بودم نمایندگی را دادن، بازم اون قلدارایی که دستان بود آزیری را دست میزدن، طرف تعلیم را دست میزدن. سرمعلم آمد و یک روز دید که سر آزیری استاد، اما قلدار صنف آزیری را که چلیپاس را تو خوب چی کرده؟ اصلاح کرده، خب فهمیده میشه طبعا. سرمعلم گرفت میشه بشد برویم زد، یعنی نمیتونی کنترل کنی، یعنی یه اندازه معجز بودم. و من رو من گفتم که یا نمیشن اینا، نمیتونم که من کنترل کنم. باز یک کس دیگه ای که می سر بلا بلا را گماشتن نه، باز از او که در خالدارتر یک بچه بود، فلسکار بود، بسیار ماشال اندامه چی داشت، میده پولی اول نمره تان باشه نازیریش کنترل کنین. خیلی عاجز بودم. خب آل امرای قلدرا در تماس هستی؟ اکثریتش خارج از رامکیسار بزرگوار، اکثریت همسنفی های من خارج از افغانستان است. همسنفی هایی که در داخل است و بسیار دوست صمیمیت است کسی مانده؟ از دوران دانشگاه بله. نه دوران مکتب؟ مکتب اولا هم روبرو نشدیم همشن. مکتب چی یک دوران جذاب بوده؟ کاش ما مثل خودت هیچ گاهی بر مادر ما نمیگفته که برو مکتب، خود ما به شوق علاقه، از ما برعکس همیشه میگفته الک شش بجه شده که الک شش و نیم شد بلند شو برو، الک کتابت از یاد رفت، قلمت از یاد رفت، کتابچه‌ت از یاد رفت، بسیار مواظب بودن، خداوند کمشان نکنه. خیاطمن دیگه در دانشگاه و پوانتون هم معجز بودی؟ آه دیگه به خاطر که حالا معجز هستم رامان کیسر. حالا عاجز هستین؟ نیستم معجز. بچم چی میگه دوستان؟ شما خب ماشاءالله خوب هستین، با میمانای زیاد طرف هستین، شاید روانشناس هم باشین. عاجز هستین؟ عاجز هستین. من امرای شما یک شناخت قبلی هم دارم، نام خدا عاجز بچه هستین، در عاجزیتان شک وجود نداره و انشاءالله که همیشه عاجز بمانین. سنگینی، سادگی، عاجزی فکر میکنم اما گپ درست است، کار درست است، کار بجاست بدون شک. یک موضوع دیگه هم از رامکی صاحب بزرگوار که هموطنان عزیز یک سیریش شاید ما نفهمیم، ما را الگو قرار داده باشن، خودت شاید بعدها ازارها جوان الگو قرار داده باشه. بعض وقت انسان میترسه که یک کار نکنم، دلت عصبانیت، خشم که دیگرها از او چی بگیرن، از او درس بگیرن، یعنی درس هم درس منفی بگیرن، جسارت پیدا کنن. از این خاطر من نه تنها شخصیت خود حفظ میکنم، حتی هم شخصیت اسلامی را که دارم کوشش میکنم را حفظ کنم. خیلی کوشش میکنم که دروغ نگم، خیلی کوشش میکنم که عصبانی نشم، خیلی کوشش میکنم در جمع یک عمل از ما سر نزنه که دیگه بگه که این نمونه است که مستری داره در علوم و تفسیر قرآن، این قسم یک شخصیت داره. جناب وفای صاحب باز وقفه فرار رسید، وقفه را میبینیم با هم یک جا، دوباره بر میگردیم تا ساعت 8 همراه ما باشین، جای دیگه نرین، قصه‌های جالب دیگه ما هنوز مانده، جای دیگه نرین. بازم خوش آمدین، یک تشکری خاص و ویژه از آب میوه 100% طبیعی نتروسی به طعم‌های مختلف به بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، من مطمئن هستم که
بار بار نوش جان میکنین. نتروسی یک جوس واقعی. بخیر باشین. از این که تا حال برنامه رو دیدین و انشالله که از این بعد هم ببینین قصه‌های جالب با آقای وفایی همچنان ادامه خواهد داشت. جناب وفایی صاحب، اطلاعاتی که بعد مردتان دارم، گاه اوقات شعرم می نویسین. چطور الهام شعر شعر گفتن و شعر نوشتن از کجا پیدا شد در وجود شما؟ و بعضی که شعر میگن یک گذشته دارن، یک قصه دارن، یک داستان دارن. داستانش هر آن چیزی که باشه، یک کس، یک عزیزترین کس خود را از دست داده بعد شاعر میشه، یک کس یکی را دوست میداشته باشه بعد به اون نمیرسه شاعر میشه، یا داستانهای مختلف دیگه که وجود داره. رومکیسای بزرگوار، ما در دوران مکتب مخصوصا یک زمان نمونه کلام فردوسی را آورده بودن و در ارتباط به فردوسی که شاهنامه نوشته کرده، تاریخ اجداد و مخصوصا ایران زمینه که افغانستان و ایران امروز که ای سالهای بعدی بازی اسم گذاشتن روی فارس، 30 سالی شاهنامه رو نوشته کرده بود. بعد ما با خود گفتم که کس پیدا شوه تمام زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل نظم به نظم در بیاره، و از اون موجه ای در ذهن و در درون ما پیدا شد. اگر چند ما تا هنوز خدا آماده فکر نمیکنم وقت رو یک هم کار خطیر است و هم بتونیم به قسم کار بزرگ دست بزنی، از اون موجه آغازش بود. رفته رفته از پانتون از مکتب ما فارغ میشدم، مشوره کردم با زای فامیل، مثلا با پدر بزرگوارم، گفت چی میخوای خودت بخونی؟ گفتم ادبیات. نه، گفت یک برادر اقتصاد خوانده، یکیش کمپیوتر ساینس خوانده، یکی فلان یکی فلان، تو باید که حقوق بخوانی. گفت یه آرزوی ماست که تو حقوق بخوانی. مفتوم درست است، حقوق انتخاب میکنم و استعداد تا حداقل محفوظ میباشد، چون دوز دوران کسایی که مثلا ادبیات میخواندن یا روانشناسی میخواندن او تیف از افراد و بچه‌ای بود که فکر کو کل مکتب به شکل مشروطی تمام کرده بودن. باز من انتخاب کردم در کنار از او، اما این آرزو در قلب ما باقی بود. دلیلی که من شبانه امتحان دادم و قصه جالب هم دارم که من در سمستر پنجم پانتون اخراج کرد دانشگاه، به سبب ازی که من در عین زمان 2 پانزه میخوانم، 2 دانشگاه دارم. اردوش دولتی؟ بله. و باز من رفتم تبدیل کردم به یکی از دانشگاه های خصوصی که حال اسمش را کش میکنم نبرم، چون مرا از اونجا اخراج کردن و فکر میکنم افراد اشخاصی که در صنف بود طبعا رقابت ها میباشه، اینا خودشان برای ریاست پانتون این چیزا مخابره کرده بودن که کسی از صبح اونجا میره و حق تلفی کرده شب می اینجا. ولی الحمدلله وزارت تحصیلات عالی در 93 لایحه را وضع کرده بود که ما شامل از اون نمیشدم، یعنی بعد از یک مدت زمان دوباره پس برگشتم به پانتون مادر که پانتون کابل میشه، چون آن فکر میکنم در 93 وضع کرده بودن که شاگردایی که بعد از این تاریخ در 2 پانزه آن زمان در پانتون کابل درس میخوانن اینا اخراج باید شد، و از اون تاریخ به بعد کارت هم نمیداد، کارت اینا بیرون نمیشد، و الحمدلله ما باستانیستم که اردو پانزه تمام کنم. خب بحث حق تلفی، من گفتم که اگر واقعا بحث حق تلفی بوده باشه، در استاد شدن حق تلفی کرده این، در 2 جای درس خواندن حق تلفی کرده این، در مکتب رفتن، نه مکتب دیگه حق بوده باید میخوندی. از خاطرات شاگردها یا مسئولین قصه کنین. گاه اوقات در نقل گرفتن و بازیگوشی و جنگ و غالمغال هم امرایشان سر میخوری؟ مثل ما یک مکان داشتیم که بوتل جنگی میشد، گاهی وقت در صنفای شما بوتل جنگی میشه؟ رامکیسای بزرگوار، ما در پانتونایی که الحمدلله 3 پانتون ما در تدریس میکردم، پانتونایی که ثقافت درس میدادم خیر خیریتی آرامی بود. خب پانتونی که باز ما روش تحقیق سمستر 5 محصلین ژورنالیسم بودن، باز اونجا شاگردای شوخ بود، چون میگفتن استاد ثقافت نیست دیگه، یعنی طبعا سن سال ما هم خرد بود، باز بعض اوقات نادیده میگرفتن، پرزام میرفتن، یک استاد واحد نه، اکثر استادا رو پرزام میرفتن، میگفتن استادک مدل مثلا ملای لشمک یا یگان چیزای دیگه، چون برنامه را میدن از طریق صفات ملای لشمک آمده میگفت، یا استاد مدل آمده میگفت، چون پاک منظم میرفتم معمولا.
و نقل گفتین، ما یک خاطره جالب از نقل دارم. یک خواهر ما در نقل گیر کردم که با پیراهن خود دوخته بود تمام نقل. جالب است. وقتی که امتحان شروع شد دیدم که نارام است، یعنی قسمت چی خدا چپان خدا بالا میکنه میاندازه پس با ما. یکی از خواهرها رسم بلند کردم گفتم ایره بی بی که چی میکنه. آمد پیش شد که چپانش کم بلند کرد، گفت استاد نقل دوخته. گفتم پر چی توانم جا. گفت استاد یک چیز برات میگم، اگر مورد قبول تو واقعی نشد گفت بس پارچه ما پاره کنم قبل. گفت بچه های که من شب گذشته گفت خدا سوختان موبایل خدا کشید کل عکس ها را نشان داد. گفت من ناگزیر شدیم که نقل ایجا بچسبانم. صبح وقت در نماز خیستیم کل زیر نشته کردیم. یاد معامله میره قواعد فقی درس میخواندم. باز ما او را همیشه قرار آوردم، برش نمره کامیابی دادم، پارچه شگرفتم را سطح کردم. نقل گیر کردیم و پسرا نسبت به خواهرا زیاد نقل میکردن. خب ما ایران مانم که خواهرا دختر خانم ها چطور نقال برآمدن؟ به خاطر که بسیار آدمای صاف صادق هستن. بله بله. جدی هستن دیگه در صنف. نظر به قصه ما کوش میکنم شاگرد ما بشناسم، نظر به باز رفتار میکنم کتیش. شاگردی که مثلا کراچی داره، تستایش آبلس کل روز کار میکنه، با او خیلی مدارا میکنم. نسبت به او شاگردی که پدرش تنبیلش میکنه، برادرش تنبیلش میکنه، پدرش صراف است، درس نمیخونه، او رو بس قطعا کتش کم کاری نمیکنه. یک جالبترین کومنتی که تا حال شما دریافت کردید از هموطنهای ما چی بوده؟ البته از آمش لطف دارن، من تمام هموطنان ما دوست دارم رامکی صاحب. این قلبن میگم. حتی او رمویی که بدرفتاری میکنه، درکش میکنم. او رو هم دوست دارم. کامنت هایی که خیلی جالب بوده، اول خب سه چیز من یوزر کاملا بلاک میکنم از فرده، یعنی سه کار کنم. اول به ساعت مقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کنم که متاسفانه زیاد شده دو دشنام میده، بلاکش میکنم مستقیم. و یکی که بیاید در ارتباط با اسلام تاخت و تاس کنه که دین عقب مانده است و فلان است و فلان است، یک بار دو بار بعد از او کاملا بلاک. و سیوم دیگه ای که فحش و دشنام ناموسی بته، اونم بلاک میکنم. دیگه بعضی ها مثلا یکی از دوستا کامنت مانده بود که امی تو امی فیسبوک امی باز میکنم ویدیوی تو میایه، بیخی امی فیسبوک همه دیلیت میکنم دیگه، حذفش میکنم. 24 ساعت بیکار ماندی ویدیو ریکارد کردم میره انداختم. این زیاد بر من جالب بود. و بعضا میگن که ریاکار هستی، ریا میکنی، باز به کمک هایی که میباشه از طریق بنیاد خیریه. ما ناگزیر هستیم رو کسایی بازی کامنت ها رو میمانه. آها خب وطندارای ماست واقعا به گفته آقای وفایی همتان دوست داریم. اگر خوب میگین اگر بد میگین از ما هستین بر ما هستین و دوستان داریم. من هم دوستان دارم دوستا. اینه همکارای ما نیمانه که سوال کنیم، میگه باید وقفه بگیریم. اجازه خودت خواست. مهربانی خوش بکنم. بخیر باشین. دوستا وقفه بسیار کوتاه کوتاه را میگیریم تا وقت هر کار که دارین به کارکایتان برسین. دو سه دقیقه زیاد نیست وقفه. زود برمیگردیم. جای دیگه نرین دیگه. جای دیگه نرین. با ما باشین. یک سلام مجدد دارم به عزیزایی که جدیدن با سراچه یک جا شدند و طلوع را بینده هستند. و یک تشکری خاص هم از اپی ماسیف انرژی درینک دارم. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین در شما انرژی جادو کنه پس اپی ماسیف انرژی درینک فراموش نکنید. تشکر میکنیم از ایشان. و جناب وفایی صاحب، شما دوستان که در تیک تاک مصروف هستند و تیک تاکر هستند، در موردشان عرفا و گفتنیایی داشتید که دل بعض از جوانا، عزیزا و هموطنان ما را ناراحت کردید. این عرفایتان به خاطر از این بوده که شما را بیشتر جلب بکنید به طرف خود مردم و جلب توجه شوی، و یا هم خواستی که یک موضوعی را حداقل امو رسالت ادا بکنی در قسمت مردم و جوانایی که در تیک تاک هستن. رامکیسای بزرگوار، ما به این نظر هستم که شخصیت و شناخت جوانای افغان تیک تاک نیست. متاسفانه در تیک تاک جوانایی که مصروف
کارهای لغو هستن بیشتر است نسبت به اون که موثر است. ایره شما حتما طبعا میتونین که خودتان مقایسه کنین. بخاطر از اینکه ما به مردم بفهمانیم که توده از افراد اشخاصی که آمدن به صحات مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله حرفای بسیار زشت و رکیک فحش، یعنی باور بخدا کنین دو مکی صاحب بعض وقت در کنار مادرت نشسته باشی تیک تاک باز کنی یک افغان صحبت کنه هموطن نمیتونی تا آخر بشنوی و این شخصیت ما نیست، شخصیت ما این نیست. جوانای ما 98-99% سنگین با حیا در خانواده های بزرگ شدن که قانون علم و دانش بوده عیف انسان میه، یا اون یکی تعرض میکنه به قرآن، اون یکی تعرض میکنه به ساعت رسول خدا، اون یکی مسخره میکنه نماز، اون یکی مسخره میکنه اسلام. و ما رسالت داریم که باید اصلاح بیاریم. بارها صفحه تیک تاک ما را بسته کردن، یک لک پیش رفت 80,000 بعد ریپورت زدن، حال دوباره 26,000 و هیچ باکی نیست. و ما تا وقتی که احساس میکنم و مکلفیت دارم که میتونم اصلاح به بار بیارم این کارم میکنم. خب خودتام از تیک تاک استفاده میکنی در آن حاضر؟ بله. ای که توهین میکنن یا تحقیر میکنن کار درست نمیکنن. تمام مردم افغانستان، تمام مسلمان ها میدانن و میفهمن. اما فکر نمیکنی به یک نحو مداخله به زندگی دیگران است که خودت تیک تاک استفاده نکو و اگر میکنی به این شیوه استفاده کو؟ یا جوانایی که بسیار انتقاد داشتند در مورد شما، جوانای ما یک تعدادشان یک تیم تیک تاکر ها هستند که فعالیت میکنن، نامایشان از ذهنم رفته، دوستای بسیار خوب ما هستند، اونا دوباره بر شما یک ویدیو گذاشت و شما انتقاد کرد، گفتند که در زندگی ما چی مداخله میکنید و ما چی کار بد و اشتباهی کردیم. یک سرگرمی است به یک نحوه به گفته اونا. رامکیسای بزرگوار، شما تمام ویدیوهای ما چالش میتونم دوستایی که میبینن نگاه کنن، اگه یک نفر من دشنام داده باشم که پدرت یا مادرت یا یک آدم لندقه رسیم از این کلمات عبارات، حتی اون بدترین انسان که سالیان متمنی عمر خدا در نقد پیامبر خدا گذشتانده مو الفاظ زشته، یکی هیچ کس لعنت نکردیم در زندگی و قطعا این کار رو نمیکنم. ما چی کسایی رو نقد کردیم که آمده گفته خدایا در قرآن سوره کم از به نام سوره پدر، وقتی تجلیل از روز پدر مادر این کلمه از زبانش بیرون شده که خیلی خطرناک است. یعنی به علم بودن الله متعال یا الله متعال به چیز نسبت دادن خیلی خطرناکه. جوان مسلمان بایدی در قرآن است، ای که تو نخواندی در جای متعد الله متعال به والدین احسان و چندین جای به نظر میرسه. از خاطر ما آمدیم قسمت کت کردیم، گفتیم که مراقب این، ما هیچ وقت نگفتیم مثلا این جوان چرا رقص میکنه، چرا قیلون، اگر این اعمال بدین شکل شاید خلاف بوده باشه، یا اینی جوان چرا این طرز پوشش داره، یا چرا مویای خدا به این شکل شانه کرده. تیک تاک شما میتونید که مشاهده کنین ببینین. فقط ما چیزایی را نقد کردیم که جوانا جسارت پیدا نکنن. اگه این یکی قرآن نقد کرد، فردا روز اون یکی پیامبر نقد میکنه، اون یکی وحی هم شده، متاسفانه جوانایی که از افغانستان بیرون شدن بعد شروع کردن به نقد نقادی اسلام، از خاطر ما چیز ترسیدیم و این کار کردیم. آه بخیر باشین. در مورد گدایگران فریبکار صحبت ها و قصه های داشتید، یک ویدیو گذاشته بودین در صفحه فیسبوک خودتان، از چی شما خبر دارین که ما خبر نداریم که اونا را فریبکار می نامین؟ کیا فریبکار، از کدام طبقه که اونا را ما دیگه کمک نکنیم یا هموطنهای ما کمک نکنن؟ رامکیسای بزرگوار، یک قضیه که بعدها فرد مسلمان باید یک واقعه را که میره به اساس زو فیصله نکنه. بعدها را دیدیم که اینا گفتن شوهر وفات میکنه، شوهر وفات کرده زنده است، طفل ما فروختیم، طفلش در کنارش، خانیم در فلانه جایست، خانیش در اوجه نبوده. بعدها مورد آخرین بار که ویدیو را ما چی کردم نشر کردم، قلبم خیلی از قلب ناراحت شدم، اصامند شدم، چرا باید چنین شد؟ کل روز ما صرف یک خانواده شد که از این کوچه به او کوچه، از این کوچه آدرس گرفتیم تا که آمدم خاله جان چی مشکل داری، شوهرم وفات کرده، طفلک های قدیم قد دخترکش گیریه میکرد، چی کنیم، بر فارم و مرغ جور کنیم، ماهانه اسپانسر کنیم، الحمدلله تمام پروژه قمر است، دن درست سه این کار رو برت میکنیم، والا خیر بینیم برادر. از خانیش که بیرون شدیم همسایش پرسان میکنیم، میگه شوهر از یک آدم است که فکر کنم میگم گردنش دو برابر شکم ماست، میگم و جوان است،
چرا باید حق اون کسی که در زیر خیمه زندگی میکنه باید خورده شود و چرا باید آدم دروغ بگوید؟ نیازمند هستی، من نیازمند هستم. اما قسم یک خاله را که از هرات آمده که مهاجر شده گفت 4 فرزندم کشته شده. ماهانه اسپانسر کردیم، طفلایش را بردیم، لباس پوشاندیم، پول نقد زیاد که بالغ بر 1,00,000 افغانی میشد دادیمش. بازمت الله متعال سوگند دوستای ما علی صحبتای ما را میشنوند. باز دیدیمش در سرک وزیر اکبر خان به گدایی شده بود. یگانه کار را که ما نکردیم آبروی عزت اینا را حفظ کردیم. هیچ وقت تصویرش ننداختیم که اینی زن دروغگوی بود، این زن و بدعها بوده. از این خاطر بختری که به اینا یک درس شوند، چون اینا فیسبوک همی میرن پیام میتن که استاد بیا وضعیت ما چین، استاد بیا وضعیت ما، همش رسیده نمیشه ولی مو تعداد که خیلی هات میباشه ما کشمیم رسیدهی کنیم. با اونا درس شوند که هوایی نیست. ما زید استم چشم پت، ما یک سیستم داریم، نظام داریم، تحقیق میکنیم. واقعا مستحق بود تا آخر ما مصارف او را از طریق بخیر باشه. تشکر آقای وفای بخش. پایانی برنامه را همچنان فراموش نکنین، اما حال یک رفت و برگشت بسیار کوتاه داریم. در ادامه دوباره بر میگردیم، با ما باشین، ما را همراهی کنیم. بخش آخر برنامه است و جناب وفای صاحب همچنان در کنار ماست، اما قبل از او یک تشکری خاص و ویژه است. آب میوه 100% طبیعی نتروسی که با طعم‌های مختلف به بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، من مطمئن استم که بار بار نوش جان میکنین. نتروسی یک جوس واقعی. تشکر میکنیم از ایشان. و چند عکس داریم جناب وفای صاحب از شما از دوره های مختلفتان، بیاین به دوستان نشان بدهیم و در مورد صحبت هم کنیم، تبصره هم کنیم. از اولین عکس شروع میکنیم. این عکس، عکس فکر میکنم سال سوم پانتون بود، در دانشگاه درس میخوندم سمستر پنجم یا ششم و آینک ها یکی از دوستا خریده بود تازه نو. تعداد زیاد از عزیزا با عکس گرفتن. گفتم از کاروان پس نمانم. ششتم باز مرا گفت بیشی عکست خوب جالب تر میه. عکس بعدی یا دانشگاه کابل است و سمستر خزانی بود، فکر میگم از او دوران است. چی یک عکس قشنگه. چی تفاوت ها در خود احساس میکنین شما در حال حاضر جناب وفای صاحب؟ بیشتر درک کردیم که نمیفهمم. در او دوران فکر میکردم که آدم هستم بسیار چیزها را میفهمم، حالا بیشتر احتیاط میکنم، درک میکنم که نه. با وجود از اینکه دو مستری داره تو در کنارش مدارک دیگه تحصیلی و عکس بعدی در اینجا شما نیست. مجموعه استادا است، نفر دو ماست. مجموعه استادا است، فراغت محصلین بود در یک از پانتونای خصوصی. چپنا را بر ما داده بودن و این تصویر از اون. بسیار عالی. تصویر بعدی فکر کنم ای از فراغت ماستریم است. بله، تصویر ما از فراغت ماستری است. چپنا رو پوشیدیم اشتباه نکنم. این تصویر متعلق به او است. بله، بسیار عالی، بسیار عالی. و تصویر بعدی رو هم بیاین دوستا ببینیم. این عکس این تصویر رامیکس های فکر کنم دیپارتمنت ترکی، ترکا این دیپارتمنت جور کرده بودن، بسیار زیبا و قشنگ. پانتون کابل. پانتون کابل، بله. بله، بله. کل محصلین جمع شده بود که میرن در داخلش عکس میگیریم، چون دیپارتمنت ما در وقت وضعیتش خیلی خراب بود. هم دیپارتمنت پشتو هم داری. باز رفتیم اینجا عکس گرفتیم. خب آخرین عکس ولایت فاریاب با متفاوت میبینین. بله، این ولایت فاریاب است و ما اینجا پروژه افرا چای آب و مسجد داشتیم، پس دیگه یکس اونجا گرفتیم. بخیر باشین. علاقه من ورزش هستین؟ الحمدلله. بله، دیدم یک عکستانه که در جیم گرفتین. بله، بسیار عالی. در اوقات بیکاری چی میکنین؟ تفریح رفتن دوست دارین؟ یکانه تفریح ما رامکی صاحب که بعضی دوستان خیلی دلگیر آمه است، مطالعه است. بعض اوقات با خود فکر میکنم، چون مر بار که به ایران میرم بخاطر امتحان دادن پس میم 3-4 برگ بکای کلان کتاب میارم. باز مادرم یه چی میکنی بچه؟ اخه میری یکان چیز دیگه هم بیار کتید کنن بکای کتاب آوردی. باز من تناک میشم میگم اگه فوت کنم یک عیف میام، یک کتاب ها میمانه.
یعنی چیز دیگه در یادم نمیه، فقط کتابا باید خوانده شوه. انشاءالله که عمر طولانی و پر از سعادت خداوند نصیبت بگردانه. یک خاطره ناخوش از زندگیت میخوام بشنوم. خاطرات ناخوش زیاد است رومکی صاحب. ناخوشترین خاطره زندگی میست که دیگه از توضیحات یک خواهر خدا با پای من انداخت و با وجود که نامش در لست نبود با انداخت با پای من و گفت مرا این مواد باید بیتی، یعنی به شکل انداخت که فهمیده میشه تمثیل نمیکنه. ما اون شب تا فردایش خواب نکردیم و خواهر آوردیم نشاندیم در یک جای مواد برد و بدترش که با پس فرداش که به خانهش رفتیم که باید همیشه اسپانسر میشد، شوهرش هم وفات کرده بود. از شوهرش برادرش روی ظلم میکرد، نان قاق خدا جمع میکرد به این خانم میداد. این بسیار خاطره تلخ بود در زندگی من که انسان تا این اندازه هم ظالم میشه. متاسفانه تا هنوز ازدواج نکرد. ازدواج نکردی؟ نکردیم. ویژگی های یک دختر خانم که بخواید امراش ازدواج کنید چیست؟ من میگم هر فرد منحصر به خودش است. اگر عمومی بگیم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم یه بختر مالش، دینش، تقویش، اما با هر کسی که قرار است ازدواج کنی، یک زن به مثل یک قصر بلورین است. یک قصر که داخل میشی، کتابخانه داره، آشپزخانه داره، اتاق نشیمن داره، همیشه باید بگردی که در کتابخانهش کدام کتاب است، این دختر چی مطالعه کرده، چی در درونش است، چی ذهنیت داره، مطابق با اون کتابخانهش و اندوختهاش باش رفتار کنی. با زندگی در یک تنگنا واقع نمیشه. وقتی یک قصر مطالعه میکنی باز میفهمی که در کجا این قصر آفتاب داره. واسه هیچ وقت توقعی تو از این قصری که زندگی میکنی در تهکاو وقت را تابیدن آفتاب نیست دیگه. میفهمی که این خانم مثلا زود عصبانی میشه، یا مثلا این خانم مشکلش چی است که اگر بر زنگ نزنی که من نمیایم شب ناراحت میشه، باید بازور در نظر داشته باشه. چقدر قشنگ تعریف کردین، دیدگاه مختلف از دیگه. بابا دیدگاهتان سخت احترام دارم و دوست دارم این گونه دیدگاه را. شما در مورد کار خانه قصه کنید، چون پدر جان هم نیست، برادر هم نیست، مادر جان تنها در کابل با خواهر کوچک هستند. گاهی وقت سهم میگیری بیکار که میباشی در کارهای خانه؟ رامکیسای بزرگوار، من معمولا تنها روزای جمعه شاید خانه باشم دیگه. اکثرا من یک دوست دارم، برادر دارم، عزیز دارم، وحید جان، در دفتر میباشیم و نان شبم کوش میگیم در دفتر همراهی اونا صرف کنم. و همچنان زبی جان دوستای ما هست که بیچاره این مشکل از سر خود گرفتن، خانه را گفتن که ما در دفتر در کنار استاد می باشیم. نان خورده به خانه میرم، وقتی که باج نباشه سر مادرم باز میرم ادای احترام میکنم که مادر جان ما آمدم، و چون به سر وظیفه مونده که دلم راحت شه. باز میبینم که استراحت است، در واتساپش پیام میمونم، چون قرارداد ما اینه می از یک اگه آمدم خواب بودی در واتساپ برات پیام میمونم. تشکر جناب وفای صاحب ازی که به برنامه ما آمدین. بسیار خوشحال شدم که بعد از چندین سال بعد شما را دوباره دیدم از نزدیک. انشاءالله همیشه در زندگیتان موفق کامیاب باشید. من هم خیلی احساس خوشحالی میکنم. لطفا رامکسای بزرگوار، جوان مستعد، آگاه و استعداد در کنار شما. خیلی خوش گذشت، انشاءالله که دوستان ملول نشده باشن. ممنون از شما. بخیر باشین. تشکر باشن. تشکر از شما خوبانه که تا این دم همراه ما بودین. تا برنامه بعد که باز هم ما فرهاد رامکی حضورتان میمامتان به خداوند بسپارم. همیشه خوشی ها و خوبی ها از آن شما باشه. لبخندم فراموش نکنین، یکدیگر هم دوست داشته باشین، با هم مهربان باشین. دنیا دو روز است. خدا نگهدار. خداحافظ. تشکر.